سلام و درود من به شما هر جای دنیا که هستید من از آلمان میفرستم این سلام رو همینجور که گفتم اینا مهمترین فعل های آلمانی هستن نوت و فعل هستن که باید در اول اینا رو ما یاد بگیریم اینها رو کار کردیم به غیر از وردن وردن رو خیلی کامل کار میکنیم ولی خب هنوز به اون سطح درس های ما نرسیده ولی خب در درس قبل ولن و مشتن رو توضیح دادیم حالا میخوایم بریم سراغ میسن و زولن در جمله ببینیم که چجوری میشه جمله سازی بکنی و چه, چه, تفاوت معنی دارن خب مثلا من مینویسم بسیار یعنی در لحظه میخوام بنویسم هیچ نه جمله نوشتم نه هیچ چیزی که بتونم معنی اصلیشو بهتون برسونم ایش برای من میسن میشه موس موس زولن ایخ زول خب تفاوتشون چی هست ایخ موس ماگن سو آباید من باید فردا برم سر کار در از گهن باید اینجا بیاد ولی نیادم مشکلی نداره میتونی س... می بنویسی ایشموس موس مورگن تو آباید باید گیم ولی خب نیاز نیست من بگی من, خ... من باید برم سر کار میگه ایش موس مورگن تو آ باید فردا باید برم سر کار حالا ایش زل مورگن تو آباید تفاوت چون چیه؟ اینجا مجبوری باید بری سر کار ولی خب اینجا میتونی شاید مرخصی هم بگیری شاید اجبار نباشه ولی خب این اجباری هست این اجبار درونش نیست مثل نصیحت میمونه ولی خب این بهتره که با دو بگیم دو حالا بذارید یک فعل دیگه بگیم به نام لرنن لرنن مثلا ما آلمانی رو یاد میگیریم یا میخونیم دویچ لرنن دویچ لرنن دویچ لرنن حالا میخوام بگم که من باید آلمانی بخونم خب ایش موس دویچ لرنن من باید آلمانی بخونم حالا میخوای بگی من باید آلمانی بخونم تا در آلمان بتونم خوب زندگی بکنم البته این می سختره ولی خب میگمش که برامون بهتر جا بیافته ایش موس دویچ لرنن اوم این دویچ لرن این دویچ لرن لیبن سو کنن ایش موس دویچ این دویچ لرن لیبن که تا بتونم در آلمان زندگی بکنم حالا میخوام بگم که Ich soll Deutsch lernen. Ich soll Deutsch من بایستی بایستی اون باید اجبار ولی خب این بایستی مثل نصیحت میمونه من بایستی بخونم حالا میتونم بخونم یادش... یاد بگیرم برای خودم اگه دوست داشتم میرم آلمان دوستم نداشتم نمیرم البته من الان آلمان هستم و اشتباه تصور نکنید خب حالا اینو با دو بگی بهتره چون که یه نفر رو میخوای نصیحت بکنی میشه از زل استفاده بکنی نمیتونی بگی تو, تو باید بگی تو بایستی این کارو بکنی بهتره اون کارو بکنی بهتره به این خاطر اینو دو بگیم بهتره خب اینو بذاریم تو جیبمون دو زولست دو زولست دویچ لرنن یه نفر نمیشه اجبار کنی بگی بدو زبان آلمانی بکن ولی خب میتونی بگی دو زولست یعنی تو بایستی زبان آلمانی رو یاد بگی که امتحان تا قبول شی دو زولست دویچ لرنن اوم دی خی فون خی خی بش Willen zu können. تو بایستی تو بایستی. آلمانی بخونی تا بتونی یعنی این کنن اومده آخر البته این سطحش بالاتر هست هنوز درس ندادم ولی خب میخواستیم در جمله و تفاوتشون رو بفهم اون دی پریفون تو کنن تا بتونی امتحان رو قبول بشی خب حالا بریم چند مثال بریم مثال دیگه هم بزنیم هر فعلی شما گفتید دفعه دیگه فعل پیشنهاد بدید هر فعلی گفتید من اینا این دو فعل رو با, هم با همون فعل هایی که شما خواستید میتونم صرف بکنم این درس رو آپلود میکنم شما پیشنهاد بدید که چه فعل هایی رو برای این دوتا صرف بکنم تا تفاوتشون رو بدونید بفهمید خب هر فعلی رو ما میتونیم بفهم بنویسیم مثلا اینجا برای نصیحت بود ظلن برای نصیحت بود مثلا ظلن غات گیبن گیبن میسن است سوانگ مثلا سوانگ یا اوفگابه سوانگ یعنی چی؟ سوانگ یعنی اجبار میسن میشن یعنی توان یعنی اجبار اوفگابه تکلیف یا فلیشت فلیشت وظیفه وظیفه هست یا مثلا قانون هست قانون رو باید انجام بدی قانون رو باید رعایت بکنی به این خاطر مثلا حالا میخوای بگی که من باید آفگابه رو انجام بدم مثلا وقتی تکلیف از مدرسه میگیری مثل مشق باید بگی من باید انجام بدم باید انجام بدم ایش موس خویت ماین هاوس اوف گابن ماخن مثلا من باید امروز تکالیف مدرسم رو انجام بدم باید هست اگه انجام ندی از درسات عقب میفتی حالا میخوای نصیحتش بکنی میگی که زلست دو زلست هایته این چرا من اینجوری می نویسم هایته ت داین هاوس آفگابن ماخن تو بایستی امروز تکالیفت رو انجام بدی حالا بریم مثلا بگیم که نصیحتی صحبت بکنیم دو زولست برای مثال تحصیل بکنی شتودیرن تو بایستی تحصیل بکنی تو بایستی یاد بگیری یا بخونی لرنن تو بایستی کار بکنی آبایتن تو بایستی صحبت بکنی شپرکن دیگه جمله سازی دیگه از این راحت نمیتونم بهتون بگم خیلی دق... خیلی خودتون گیج نکنید اینا چیزهایی هست که در روزمره ما باهاش سر کار داریم جملات بسیار طولانی و اینا رو خیلی گوش نکنید سعی بکنید همین چیزهایی که در روزمره باهاش سر کار دارید گوش بکنید بنویسید و بلند تلفظ بکنید مثلا دو زولس تو باید تحصیل بایستی تحصیل بکنید دو زولس لرنن درس بخونی یا یاد بگیری دوزرست آ بایتن تو بایستی کار بکنی مثل کار بکنی که مثلا یه نصیحتی بعدش میاد دوزرست آ بایتن اوم بسا دویش لرنن تو کنن اوم بسا دویش لرنن کنن یعنی عملی بتونی زبان یاد بگیری دوزرست شپخشن اوم داین دا آسپراخت صفه تا بتونی تا بتونی تلفظتو بهتر بکنی یا اوم داینش اوم داین اوس شپراخه تو کنن این میشه که بتونی اومد توش کنن اومد آخر به این خاطر غیدن دوزلست غیدن حرف بزنی دوزلست دوزلست همه شو گفتم لرنن آبایتن شپرشن غیدن به خاطر همین چیزهایی هست که برای نصیحت و راهنمایی دادن و اینا هست با زلن میسن مثلا به خاطر مثلا اجبار هست یا تکالیف یا وظیفه ای که داری بایدی هست انجام بدی پس اینم از این ویدیو پیشنهاد بدید فعل هایی برای دورفن و کنن تا تا بتونیم در مثلا ویدیو بعدی به کارش ببریم تا بدونید چجوری میشه باشون جمله سازی بکنید بکنید پس امیدوارم که بهتون کمک بکنه تا ویدیو بعد بدون